خیر مقدم به کربلای معلا، ویژه برنامه ششمین سالگرد تأسیس شبکه امام حسین علیه السلام توی این ایام زیبا، ایام میلاد آقامون علی ابن حسین علی الاکبر و ایام پیش رو میلاد صاحب العصر و الزمان حجت ابن الحسن مهدی موعود ارواح نال تراب مقدم هل فدا. بخش دومی که خدمت آقای رهنمایی هستیم برای لحظاتی که پیش رو هست گفتگومون رو ایشون ادامه بدیم و انشاءالله در خدمت سرور خودم استاد بزرگوارم جناب آقای مدرسی باشیم. خواهش می‌کنم جناب آقای مدرسی. خیرتون بده، سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و امیدوارم که بتونیم لحظات خوبی رو براتون رقم بزنیم. خب برگردیم آقای رهنمایی عزیز، جالب‌ترین و پرتن طلاق ترین خبری که ارائه کردی چی بود؟ یعنی خیلی برات خودت هم جذاب بود؟ یعنی واقعیت توی این ما روزی چند تا خبر میزنیم، سوالای سختی میپرسی توی این همه خبر. دقیقاً توی این همه خبری که تا به حال زدید الان اگر اجازه بدید، خبرها متاسفانه و متاسفانه یک ایرادی که همیشه دوستان رو ما میگیرن که آقا چرا همه خبراتون خبرهای خشنه، یعنی اخباری که هست چقدر میشه نزد، چقدر میشه از خشانتش کم کرد؟ بالاخره ظلمیه که واقعا در جای جای دنیا داره به شیعه میشه. نمونه های فراوانش رو متاسفانه مخصوصا شیعیان هند و پاکستان و افغانستان که هم جمعیت بسیار زیادی دارند، یعنی چند صد میلیون شیعه توی پاکستان و هندوستان هستند که واقعا در ظلم زیادی هم قرار دارن، مخصوصا هندوستان. یعنی اتفاقاتی که داره میفته و باید فرمان یه لحظه عذرخواهی میکنم، یک هیئتی توی بین الحرمین در حال تردد هست، اگر لطف کنید تصویرشو بدید ممنون میشم. خواهش میکنم، چقدر زیبان، چقدر زیبان، همه یک دست، لباسهای سفید. ببینید مردم، این مردمی که لباس سفید پوشیدن، گل به دست گرفتن و دارن شادمانی میکنن. استدعا میکنم ادامه بدید جناب ایره. و میگم عرضم به حضورتون نمیشه این خبرها رو نزد، ولی خیلی غرور آفرین ترین خبری که ما زدیم خبر اربعین بود و 20 و چند میلیون زائری که اومده بودن و این افتخار واقعا یک افتخاری بود برای شیعه که صدای شیعه رو و صدای مظلومیت شیعه رو به سراسر دنیا رسون، مظلومیت امام حسین رو به همه دنیا نشون داد و این علامت سوال رو برای همه ایجاد کرد که چرا این همه آدم در این روز میرن کربلا. بسیار عالی. تلخترین خبره؟ یعنی خبر تلخ واقعا هر روز هست، یعنی تقریبا روزانه خبر تلخ داریم. خبرهای کدومش خیلی متأثر شد؟ خبر کدومش نمود کرد؟ 1700 تا شیعه نخبه‌ای که توی اسپایکر کشتند و به شهادت رسیدند توسط این خونخوارهای داعش، یعنی خیلی اذیت کننده بود این خبر. کمک بکنه به جبهه مقاومتی که دارند از خونشون، از وجودشون، از همه چیزشون میگذارن برای اینکه دیگران در آسایش باشن و انشاءالله که پیروز و ناصر میدان خواهند بود. الان هنوز تصویر بین الحرمین توی فضاست، اینها تعدادی از دانشجویان شهرهای اطراف هستن که به صورت دسته حالا مولودی خانی و حالا اصطلاح عربیش ردات، یعنی همان دو دمه هایی که ما توی فارسی خودمون داریم، ولی در فضای شادی میبینین که لباس یک دست سفید، شلوار مشکی و با یک فرم خاص آمدن و به جهت و همه گل به دست آره گل به دست جهت تبریک به ساحت مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام به مناسبت ولادت علی ابن الاکبر و انشاءالله که از همه ما آقا سید الشهدا بپذیرن، اسم ما رو هم ثبت بکنن و این تبریکات ما به اندازه اون کلاف نخ بازار یوسف بپذیرن انشاءالله. بسیار عالی. من اجازه میدید آخرین سوال رو از آقای رهنمایی بپرسم؟ بله چون آقای رهنمایی تمام شد بالاخره. وقتی می اومدید توی مسیری که می اومدید یا وقتی که دعوت شدید به این برنامه گفته شد که قرار از شما پرسش و پاسخ بشه،
خودتون دوست داشتید که چه سوالی از شما پرسیده بشه و نشد؟ یعنی از اون سوالای سخت میپرسن. خیلی من فکر کنم تو آسون نمیخود شما جواب داری؟ خودت جواب بدهی میسری؟ من که حالا شب من نیست پس بزن یعنی یکی از اون سوالایی که من دوست دارم یعنی دوباره من خیلی دوست دارم نوبت آقای جباری برسه. چرا آخه چرا؟ با همون آره دیده انتقادیه آره دیگه. خیلی خوب نقطه چین زن. چی شد یه شوخی کردم به خدا من به خدا هیچی نگفتم. خیلی خوب اون سوال چیه که دوست داشتی ازت سوال بشه؟ شما تفره بریم آخرش برمیگردیم بهش. یعنی نمیدونم چی بگم واقعا. انسان هیچ وقت به سوالایی که ازش میخوام بپرسم فکر نمی کنه. نه اینجوری نیست البته. انسان به سوالایی که ازش میخوام بپرسم فکر میکنه. خیلی خوب تفره رفتن جناب موسوی. فکر کنم دیگه باید تشکر کنیم ازشون. بله حتما. یه سوال بپرس. ما سرور بزرگواران حجت الاسلام و المسلمین حاجی مدرسی رو در استودیو داریم که بی‌صبرانه منتظرم به ایشون بپیوندیم و ایشون به ما بپیوندن و در خدمتشون باشیم. علی‌رغم اینکه خیلی دوست داریم علی جان بیشتر از این خدمتتون باشیم، اما به خاطر ضیق وقت باید شرمنده بشیم و از حضور شما خداحافظی کنیم. من یه نکته رو بگم که چرا ما با مهمانانمون وقتی توی استودیو حاضر میشن آخر به کمبود وقت میخوریم، ولی اینه که هر کدوم از دوستانی که اینجا حاضر میشن ابعاد کاری مختلفی دارن. الان از آقای رهنمای ما توی تولیدات میتونستیم سوال بکنیم، توی بحث اجرا میتونستیم سوال بکنیم، توی خدمت شما عرضم خبر سوال بکنیم. مجبور شدیم جسته گریخته از هر کدوم از فعالیتی که انجام میدن یه سری سوالات رو بکنیم. آخرش هم کلی سوال داریم، میدونم شما هم دوست دارین بفهمین و بشناسید خادمان خودتون، ولی هیچ حرف هم آخرش نزدیم. یک ساعت هم شاید الان مهمان ما بودن. نتیجتا با کمبود وقت میخوریم به دلیل این ابعاد مختلف فعالیت برای بچه های مجموعه رسانه امام حسین. الهی که این قضیه درست بشه و بتونیم با انرژی بیشتری تو هر کاری تخصصی خدمت شما بینندگان باشیم. انشاءالله. تشکر میکنم از محضر شما. انشاءالله باز هم توفیق داشته باشم به توفای موسوی در برنامه دیگری انشاءالله. با همجوره مردم دیده بشیم. تشکر میکنم. کلام پایانی با مردم دارید؟ دوست دارید. خیلی ممنون. خیلی تشکر میکنم از همه دوستان. من لازمه که در پایان برنامه تشکر کنم از همسر عزیزم که تو این چند وقت خیلی مشکلات زیادی در این مدتی که حالا یک هجرتی بوده از قم به کربلا در اینجا با این شرایط رفاهی سختی که در اینجا هست بالاخره ما رو تحمل میکنن. ما صبح میریم شب برمیگردیم، همیشه هم کارهای خونه رو انجام نمیدیم. خیلی ممنونم از همه شما عزیزانم. تشکر میکنم که بنده رو تحمل کردید تو این چند دقیقه نزدیک به یک ساعت. من اجازه میخوام که یک چند ثانیه دیگه زمان رو بگیرم. توی اون چند روزی که به مشکل مالی خورده بودیم، روزهای تلخی که توی اون روزها طعم گسش زیر دهن و دندونمون رفته و هنوز در نیومده، جناب آقای رهنمایی واقعا مثل دیگر دوستانمون تفاوتی نداره. یکی که دوستانمون تلاش کردن از جمله آقای رهنمایی بسیار بسیار توی اون روزها هم مقامشون رو بر این گذاشتن که صدای مددخواهی شبکه امام حسین علیه السلام رو گوش شما برسونم. وظیفه خودم میدونم که ازتون تقدیر کنم. خیلی ممنون. متشکرم. لطف دارید. ما هم یکی از اعضای این خانواده هستیم و جزوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند قرار. وقتی که این مشکل پیش اومد دیگه واقعا بقیه و همه دوستانمون نمیدونستن چیکار کنن. فقط هر کاری که میدونستن میتونن بکنن رو سعی کردن انجام بدن. که حالا ما یکی از کارها و کمک‌هایی که میتونستیم بکنیم بود که بیام جلوی دوربین و این صدا رو به گوش همه مردم برسونیم و بشیم به شکلی سخنگوی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و درخواست کمک از همه عزیزان. خیلی تشکر میکنیم از اون دوستانی که این کمک خواهی رو لبیک گفتن و به این جمع پیوستن، عضو شبکه شدند و به اون طرح همیاران همیشگی شبکه پیوستن. باز هم نیاز شبکه هنوز مستدام هست و
موجود خیلی باز هم اگر اجازه بدید یه بار من درخواست کنم از اون دسته از عزیزانی که توانمندی مالی رو دارن و تا به امروز حالا براشون مقدور نبوده که بیان و در این طرح شرکت کنن به این طرح بپیوندن. یعنی نیاز ضروری هست که حالا مشخص دیگه با اون صندلی و آقای راهنمایی همیشه مشکل مالیه رو میگن ما اینقدر پول نداشتیم یه صندلی بخریم من وسط برنامه زنده خوردم زمین. خیلی خوب تشکر میکنم. تشکر دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. خیلی ممنون متشکرم. مستفیض کردید واقعا سخت در کنار دوستان و اساتید بزرگ نشستن من میبینید همش مدام توپاهایی که میزنم به خاطر اینه که واقعا جو سنگینه. نه آقا این خبره نیست. خب چند تا برنامه کنار اساتید تقدیر کنیم از شما. یا الله. خواهش میکنم. بگید آقای مصطفی. تشکر. بریم برگردیم آقای مدرسی تو برنامه داشته باشیم. مصطفی زهرا علی اکبر خوش آمدی علی اکبر مصطفی زهرا خوش آمدی یا علی اکبر. ای اهل سماوات بریزید ستاره میلاد محمد شده تکرار دوباره امشب همه و شمس بخانیم از پاره دل گل بفشانیم امشب همه و شمس بخانی از پاره دل گل بفشانی یوسف زهرا علی اکبر خوش آمدی یا علی اکبر یوسف زهرا علی اکبر خوش آمدی یا این آینه ختم رسول هست حسین است انگار محمد به سر دست حسین است این لاله و ریحان حسین است والله قسم جان حسین است والله قسم جان حسین است زهرا علی اکبر خوش آمدی علی اکبر یوسف زهرا علی اکبر خوش آمدی علی اکبر فروغ سرمدی ای فروغ سرمدی با جمال احمدی با جمال احمدی یا بازم سلام میکنم خدمتون در خدمت استاد و سرور بزرگوارم حاج آقا مدرسی هستیم که بدون هیچ مقدمه عرض ادب و سلامم رو خدمتون ابلاغ میکنم. سلام علیکم السلام رحمت الله و برکاته. خیر مقدم. سلام دارم محضر شما دوست عزیز برادر گرامی بزرگواری زحمت کشان این شبکه خدمت گذاریم. خیلی مشتاق دیدارتون بودم. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. بله روزای که در پیش دارید انشاءالله روزای خوبی باشه روزای پرخیری باشه بر امت. بله. بدین من هم سلام بکنم به پسر عمو استاد خودم. سلام علیکم. علیکم السلام. اسعد الله ایامک و ایام خوش آمدید. سلامت باشید انشاءالله. در خدمت. حالا اگه اجازه بدید من یک عرض تحیتی محضر آقا داشته باشم. السلام علیک یا ابا عبدالله. بسم الله. حسین.
السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء السلام عليك وعلى أخيك الحسن على أخيك أبي الفضل العباس جميعا ورحمة الله وبركاته. خواهش میکنم با بینندگانمونم اگر سلام و صحبتی دارید خواهش میکنم بفرمایید. عرض سلام دارم محضر تمامی شیعیان، دوستداران حتی مهدی، خدمتگزاران امام عصر. سلام دارم به تمام دوستداران این شبکه، شبکه امام حسین علیه السلام، اونایی که از این شبکه بهره بردند و میبرند، استفاده میکنند. آرزوی موفقیت دارم برای همگان، تمامی بینندگان انشاءالله که سربلند بشه. مراتب عرض ادب و احترام بنده رو از طرف کلیه خدمتگزاران شبکه امام حسین علیه السلام پذیرا باشید، هرچند که اینجا منزل خودتونه و به خونه خودتون اومدید. جناب آقای مدرسی، من خیلی دوست دارم که اول از جانب خودم یه سوال بپرسم ازتون، بعدش هم از بینندگانمون بخوام که این شبها پیرامون موضوعاتی که میفرمایید برامون سوال بفرستن. چه جوریه که شما اینقدر دوست داشتنی و تو دل برا هستی؟ خب شاید دیگران نظرش اینطور نباشه. نه واقعا نرو میکنم، یعنی من توی برنامه‌ای که با شما داشتم بینندگان محترم بازخورد میدن، ارتباط برقرار میکنن، از شخصیت‌هایی هستید که بینندگان دوستتون دارن. الحمدلله. والله امید دارم که این چیزی که در حقم گفتید درست باشه، پاینده باشه، پایدار باشه، بمونه. واقعا عاقبتم هم با همین خوشبینی های مؤمنین امثال شما خط بشه، تموم بشه. واقعا این محبت رو خدا برای من درست کرده باشه انشاءالله. یعنی امید دارم که اینطور باشه انشاءالله. و یه آیه قرآن یاد آمد که خیلی آیه خوبیه برای ماها که در این راستا حرکت کنیم. بله. روزی که داییمون آقای اسرضای شیرازی مرحوم شدن رحمت الله علیه، یکی از این خطبا روزه نخواند، فقط این آیه قرآن رو تلاوت کرد، آنقدر گریه کردن اهل مجلس. واقعا هویدا بود اون آیه قرآن. نمادش، یکی از نمادهاش این شخصیته. بله. یادم نمیره که ایشون اصلا سکوت کرد خطیب تا مردم از حقیق و گریه بیفته. ایشون گفتن که الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یک چیزی که، یک پاداشی که خداوند برای تمام ماها قرار میدهد اگر ایمان بیاریم، اگر عمل صالح داشته باشیم، اگر به حضرت مهدی اجازه بدید بگم عشق بورزیم، شیفتشون بشیم، خواهانشون باشیم و در بالا بردن اسم ایشون، بر پایه دولت ایشون، راه رسم ایشون حرکت کنیم، خدا ود قرار میده. ود یعنی محبت، یعنی شما رو خدا دوست داشتنی قرار میده. بله. دوست داشتنیتون میخوام. خب انشاءالله که حالا من گفتم بهره ببریم، این آیه رو تلاوت کردم. بزرگوار کرد و ما هم بشیم صاحب این اخلاق باشیم. اجازه میدید وارد مقدمات گفتگومون بشیم؟ بله در خدمت. ایام، ایام میلاد حجت ابن الحسن مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه. بله. شریف در روایات متعدد و متواتر به با تفاوت‌هایی که حالا توی بعضی از کلمات به ما رسیده فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه ماتم میتتن جاهلیه، یا در عباراتی فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه ماتم میتتن جاهلیتم و کفر و نفاق، عبارات‌های مختلف. این عدم شناخت، شناخت امام زمان ولی الله حجت الله در روایات مقابل جهالت و
تاریکی محض قرار گرفت، آنچنان که قیاس بشه به نادانی زمان جاهلیت که دخترانشون رو زنده به گور میکردن. ما بنا داریم که از شما پیرامون شناخت امام زمان سوالاتی رو بفرمایید و عرض بکنیم و شما پاسخش رو بفرمایید. با توجه به اینکه بینندگانمون شب اول هست با این مبحث شروع میشن، کلیات اون چیزی که بینندگان قراره با مبحث شما همراه بشن رو خدمت بینندگان بفرمایید تا از شما سوالات خودشون رو هم بپرسن. خب نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید، دین ما، آخرت ما و دنیای ما. اینم باز اضافه میکنم، بعدا توضیحشو میدم که چگونه دنیای ما، دین ما، آخرت ما، سوالات قبر ما بر اساس معرفت رهبر، امام، پیشوا، اسوه. شما از کی خط مشی زندگی میگیری؟ بر این اساس پرونده برای شما باز میکنن که شما پیرو چه تیمی هستی؟ بله. چه گروهی هستی؟ بله. شما کی هستی؟ شخصیت شما رو به رفیق شما میشناسن، به صاحب شما میشناسن، به امام شما میشناسن. شما شیعه این آقایی، شما پیرو این مجموعه ای، شما در این گروه هستی. بر این اساس شما رو میسنجن. این در عالم قبر و قیامت این چنین برخورد میشه با تمام خلائق. بله. نه فقط بشر، جن، انس، حیوانات، ملک، با تمام خلائق با این دید برخورد میشه که شما در چه گروهی هستید. و این حدیث رو هم که باز شما تلاوت کردید، حدیث صحیح در 73 فرقه اسلامی این حدیث رو از رسول الله نقل کردن، روایت کردن. خلفای بنی امیه این حدیث رو خواندن، خوانده شد در مجالسشون. خلفای بنی العباس این حدیث رو میخواندن. خیلی جا افتاده است، میخوام بگم حدیث بسیار جا افتاده است، بسیار سندش صحیح هست و گفتم تمام فرق اجماع دارن بر صحتش. خب مفاد این حدیث چیه؟ من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتا جاهلیه، امامت رو نشناسی، کافر مردی، مرتد مردی، زندیق مردی. ما شخصیت هایی داشتیم در درجات علم خیلی بالا رفتن، در درجات عمل صالح خیلی بالا رفتن، در درجات امام شناسی خیلی بالا رفتند، الا اینکه آخر عمرشون در یک امام لنگیدن. مثل علی بن حمزه بطائنی، نوکر، خلیفه، وکیل، وصی، دست راست امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. خب غیبت چیکار کرد با این آقا؟ غیبت امام موسی بن جعفر چیکار کرد؟ انسان سرشناس شیعه، عبارت فقیه براش تعبیر کنه، فقیه، وکیل، وکیلی که عزل نشد تا آخر عمر امام موسی بن جعفر. باز ما وکلایی داشتیم مثل در زمان امام هادی، امام هادی عزل کردن وکیلشون را و گفتن شما حق خمس گرفتن از نیابت من رو ندارید، عزلش کردن رسما. وکیلی که تا آخر عمر امام موسی بن جعفر اموال و اخماس رو برای او می آوردن و صحیح بود این آوردن. نهایتا امام رضا که خلافت و امامت بهشون رسید، میبینیم که ایشون منکر میشه امامت امام. امام رضا رو قبول نمیکنه. این چند نفر بودن؟ آقا خیلی امتحان سختیه واقعا. انسان وقتی مطالعه میکنه حالات این وکلا رو میبینه اینا واقعا از بزرگانن، واقعا از بزرگان هستن. خیلی خیلی سخته. ببینید الان نمونه عکس این جریان، جریان وکلای امام زمان علیه السلام، عثمان بن سعید عمری، پسرش محمد بن عثمان. محمد بن عثمان در بستر وفات بود، در بستر فوت بود، یکی از فقهای سرشناس با سمری کنار ایشون نشسته بود
کنار سر ایشون که حالا وصیت ایشون به این آقا باشه. احتمال میرفت که وصیت ایشون به این آقا باشه که آقا فقیه و مرجع شیعه، مرجع عالم اسلامی بعد از محمد ابن عثمان پسر سعید سمری، مثلا این آقای سمری باشه، ایشون باشه، از خاندان، از مقربین، از فقها، از معتمدین، از وکلا، میگم تمام امتیازات رو داشت. یه وقت ایشون برگشت گفت که آقا به کی سفارش میدید، وصیت میکنید؟ گفتن آقا فرمودن حسین ابن روح. حسین ابن روح ایشون باز در دستگاه بود، یعنی رفت و آمد شاگرد جناب محمد ابن عثمان بود، ولی پایین پا اما مدارج ظاهریش نسبت به اون سمری خیلی فرق میکرد. پایین پای آقا نشسته بود، پایین پای آقای محمد ابن عثمان نشسته بود. واقعا حرکت عجیبیه، تواضع این آقا رو نشون میده که این آقا با کلام امام چگونه برخورد میکنه. تسلیم در محضر امام یعنی چی؟ یعنی این تا شنید آقا حسین نظرشون به حسین ابن روح، فورا بلند شد رفت پایین پای محمد ابن عثمان نشست. محمد ابن عثمان گفت با حسین ابن روح گفت شما بلند بشید، جاتون بالاست، آقا میخوان وصیت کنن، شما باید بشنوید وصیت های آقا رو. خودش پایین نشست، نفس رو داخل نکرد به این موضوع. حسین ابن روح هم جلو نشستن. حالا صحبت هایی که بود بین دو وکیل آقا رد و بدل شد، اومدن ایشونو تحریک کردن که بابا تو شأن علمیت بالاتر از حسین ابن روح، سابقت، ریش سفیدیت، لخره یک مسائلی رو بهش تذکر دادن. ایشون در جواب گفت که امام عصر چیزی را از من میدانند که شما نمیدانید و چیزی را از حسین ابن روح میدانند که باز من و شما نمیدانیم، و اون اینه، نکته‌ای که به ذهن ایشون اومده بود این بود. گفتن که اگر مرا به زندان بیفکنن، اگر مرا به شکنجه ببرن، من کسی نیستم که لا ادل علی مولای، اگر زیر فشار قرار بگیرم من خودم رو میشناسم، من کسی نیستم بتونم، من تحمل و تاب فشار رو ندارم، وامیدم. اما این حسین ابن روح کسی است که اگر آقا زیر عبایش باشد، پایش در جایی باشد که در سرداب اونجا امام مخفی باشند، تیکه تیکهش کنن، اشاره نمی کنه که آقا اینجاست. خب این صیانته ها، امام افراد شناسن، ما تسلیم امامیم. حالا در همون زمان باز شخص دیگری که صاحب کتاب التکلیف بود، حالا معروف شلمغانی، به نام شلمغانی، ایشون هم فقیه وارسته، من نمیخوام خیلی مدح کنم چون آقای امام عصر خیلی نفرین کردن این را، ولی اون زمان در بین فقها ولوله افتاد وقتی نفرین های امام عصر در حق شلمغانی صادر شد، ولوله افتاد. یعنی مطالعه که میکنید احساس میکنید چقدر تکان دهنده بود اون زمان. این آقای شلمغانی توقع داشت که خلیفه او باشد، وکیل او باشد، امام به او نیابت بدن. چرا؟ چون واقعا شلمغانی کار کشته بود، واقعا در فقه و علوم حدیث زحمت کشیده بود. کتاب التکلیفش رو مطالعه میکردم، میوردن، خیلی کتاب داره، میوردن کتاباش رو بر وکلای امام عرضه میکردن، امام تأیید میکردن. یکی از کتاباش رو یکی از وکلای امام فرستاد قم، گفت احمد ابن اسحاق تو فقها ببین شما خلافی تو این کتاب میبینید؟ گفتن نه الا یه جا در بحث زکات، در بحث بله زکات اون نصف صاع میگه، ما صاع میگیم، اینجا فقط اختلاف میبینیم. کتاباش تا امروز آقا جان تأیید شده است، یعنی تأیید علمی شده. ولی مشکل چیه؟ تقوا یعنی تسلیم امام بودن، هر چه آقا میفرماید چشم، اونی که امام میگه. خب از اینجا حسد در وجود جناب شلمغانی بالا رفت، زیاد شد، منکر حسین ابن روح شد، تکفیر کرد حسین ابن روح رو، شق در شیعیان حادث کرد. میخوام بگم کتاب تکلیف آقای شلمغانی کتابی است که در تمام خانه های شیعه وجود داشت،
نمیخوام پرده بیشتر باز کنم، و مرجع اعلی طائفه بود. تمام خانه ها کتاب تکلیف را به عنوان کتاب فقهی تا امروز ها، تا امروز میخوام بگم بعد از امام عصر استفتا شد که کتاباشون رو چیکار کنیم. بعدن دچار لغز شد این کتابهاش، آیا هنوز قابل استفاده هست یا نه؟ احسنتم. آقا فرمودن این که جوابی که من به شما میدم همون جواب پدرم امام حسن عسکری علیه السلام است، در توقیع البته، که فرمودن این که خذوا ما رواه و ذروا ما رأوا، روایت هایی که اینا احادیثی که برای شما نقل کردند رو بگیرید عمل کنید، اما نظرهاشون رو کاری نداشته باشید. نظر اجتهادی بوده، خب لا علم الا من عالم ربانی، از فقیه ربانی نظر بگیرید، اجتهاد فقیه ربانی رو عمل بکنید. هر چقدر هم که در فقه و علم مثلا قدم گذاشته و مورد قبول هست، ولی باز نظرهاش رو نگیرید، ولی روایتهاش رو بگیرید. خیلی بحث ظریفیه. ائمه ما رو به فقهای ارجاع میدن که ربانی هست، خدایی هن، الهی هن، یعنی تقوا داشته باشن. یکی از مسائل مبتلا به امروز هم همینه، مخصوصا در مورد جوان ها و نوجوان ها، همیشه این سوال رو دارن که خب من در این وانفسایی که خیلی ها حتی به نام دین، با لباس دین، بر علیه دین دارن عمل میکنن، توی این اختلاف نظرهایی که بسیار هم مشاهده میشه، بعضی هاش یه بدعت های عجیبی که امروز تعجب برانگیز اون به مرور زمان رسوب در افکار میکنه، به چه کسی باید رجوع بکنن و چه کسی رو میتونن امین پیدا بکنن که واقعا اون چیزی که بهشون میده صحیح باشه؟ حالا نمیدونم که امشب ورود کنیم به این موضوع با توجه به 15 دقیقه فرصتی که داریم، یا محوله به شب‌های آینده بکنیم، یک شب اختصاصاً در مورد این موضوع صحبت بکنیم. بله، مبتلا به، چون قصه وکلای امام بحث مبتلا به هست و شدید، ابتلا هم جوان ها، هم بزرگ سال ها، هم کودکان، ابتلای شدیده و باز بالاخره دینمون رو ما از همین وکلا میخواییم بگیریم. بله. فتاوای شرعیمون، فتاوای جهادمون رو ما از همین فقها میگیریم، امام غائب هستن. خب اجازه بدید اینو یک شبی مفصل‌تر، شسترفته‌تر، واضح‌تر صحبت بنده الان کنیم. به بینندگانمون این وعده رو بدم، انشاءالله در شب‌هایی که پیش رو هستیم، یک شب رو اختصاصاً در مورد چگونگی شناخت شخصی که می‌شود به او رجوع کرد و او مرجع پاسخگو باشد نسبت به مسائل شرعیه صحبت خواهیم کرد، فلذا میتونید سوالات خودتون رو در هر حد و اندازه‌ای که هست برای ما ارسال بکنید، انشاءالله در موردش گفتگو میکنیم و سرور بزرگوارم در رابطه با اون پاسخگو خواهند بود. برگردم به این حدیثی که بله خواهش میکنم، امام دوازدهم. چون ببینید ما از آقا چیز ملموسی نداریم. بله. خدا هم اومده فرموده در سوره بقره، فرموده الذين يؤمنون بالغيب، من برای کامل کردن ایمان شما یه چیز دیگه از شما میخوام. بله. امامی که دستت به دستش میرسه و بیعت میکنی را میخوام، و امامی که غائب است را هم از تو میخوام. الذين يؤمنون بالغيب، کمال ایمان، تمام ایمان این است که به امام غائب هم ایمان بیاوری. یعنی حتی در زمان دیگر امامان معصوم، حتی قبل از تولد حضرت حجت ابن الحسن، اعتقاد به امام غائب از معتقداتی بوده که میبایستی به او اعتقاد میداشتن. زمان ائمه که حالا قصه حضرت حمزه یادم آمد، رسول الله شب احد حمزه رو صدا زدن، فرمودن عمو جان فردا شما شهید میشوی، ولی برات بگم بعد از من خلیفه هم علی است، بعد از علی حسن است، بعد از حسن حسین است، تا فرمودن اسم ائمه رو یاد کردن، تا فرمودن و آخریشون قائم است، محمد ابن الحسن عسکری امام عصر سلام الله علیه. بعد اینا رو فرمودن که الان مطمئن شدم که تو کامل الایمان میمیری و فوت میشی، یعنی الان دلم راحت شد که شما فردا شهید میشی، ایمانت
کامل است. الذين يؤمنون بالغيب، تمامیت ایمان به این است که به غیب هم ایمان بیاری. امام فرمودن یؤمنون بالغیب، یعنی یؤمنون به امام غائب، امامی که غائبه. شما میای میگی که شما، نه شما نوعی سوالی پیش میاد، بله حتما، که آقا جان امام غائب بسی درد من میخوره. خب من اگر مشکل فقهی دارم پیش آقای مراجعه میکنم که سوال فقهیمو جواب بده، از او بشنوم. خب او که غائب است، جای رجوع ندارد، پایگاه ندارد، دفتر ندارد، خانه ندارد، من سوال فقهیمو میخوام مراجعه کنم، نمیتونم به ایشون مراجعه کنم. از یه طرف دیگه بچه مریض دارم. خب اونا عیسی ابن مریم داشتن، مسیحی ها میرفتن گفت بچه‌م مریضه، بچه‌م مرده، شما بیا زندش کن، بچه‌م مریضه، شما بیا شفا بده. شما مرجعی، شما باب الله هستی، شما کلمت الله هستی، شما راه رسیدن ما به خدا هستی، جناب عیسی ابن مریم. جواب میگرفتن. به جناب موسی میان استغاثه میکنن، بابا ما برده ایم، از شر فرعون ما رو نجات بده. جواب میگرفتن. منقذ امته حضرت موسی، جناب موسی، جناب آدم، جناب یونس، جناب یوسف، جناب حزقیل، جناب محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آقا 11 امام معصوم، امی ملموس، امی که در خانه‌اش را میزنید و جواب میگیرید. امام زمان غائب است، امام زمان غائبه. حالا امروز که حالا کمی اخبار پخش شده، ولی به عثمان ابن سعید میگه که خب اسم چیست؟ فرمون محرمون علیکم الاسم. اسم آقا رو نمیدونن. این جمله امام رضا رو خواستن بگن، گفتن خفی المولد، میخوام بگم ما نداریم از آقا ملموس نداریم مطلب، اما فرمون غیر خفی شخص، شخص ایشون معروفه، آشنای دل هاست، شناخته شده است، گرچه ولادتش مخفی بود. منشأش چگونه رشد کرد، چگونه بزرگ شد. حالا ابتدا ملائک بردن آقا رو، یه شب توضیح میدیم که مثلا غیب شد آقا، بردن ملائک بردن ایشون رو تجدید عهد کنیم. غائب بود در خانه امام حسن عسکری، نبود در خانه امام حسن عسکری. منشأ ایشون غیب بود. یعنی در واقع مخفی نبودن در بیت امام حسن عسکری علیه السلام، بلکه برده بودن ایشون رو، حاضر بر اون مکان نبودن. ثقیل خادم حضرت امام حسن عسکری 24 ساعت با آقا، لحظه آخر آقا میگن فرزندم، صدا گفت من فرزندی در خانه ندیدم. ایشون 5 سال یا 6 سال رشد کردن در خانه امام حسن عسکری، ثقیل خادم حضرت خبر نداره. ببینید چقدر خدا بنا بر غیبت این آقا گذاشته از روز ولادت ایشون. خب خیلی ما مسائلی داریم که غیبت آقا برای ما بخرنج ساخته، یعنی سخت کرده کار اتصال ما به آقا رو. خب این مشکل چطور حل کردن؟ قرآن، اهل بیت، خدا که ما رو خلق کرده، باب اللهش رو مخفی کرده، ما میخواییم به خدا رو بیاریم، میگه بری سراغ باب، باب مخفی است. این مشکل در این کلمه امام رضا حل شد. خیلی کلمه عمیقی، واقعا جای فکر کردن زیاد داره تا یقین کنید آقا راست میگن. خفی المولد، خفی المنشأ، غیر خفی شخص، شخص آقا شناخته شده است. تو دلت با آقا وصله، قول رسول الله قلب تو شهادت میده به او. رسول الله فرمودن این که ما باید به این برسیم ها. ما اگر امام مهدی روشن در دل هامون رو نپذیریم، الله رو هم نمیتونیم بپذیریم. الله هم روشنه، الله نور السماوات والارض. اون اللهی که نور سماوات و الارض و غائب است در تمام دلها روشنه، معروف و بالآیات امام عصر هم همچنین. فرمودی که غیر و خفی شخص، چقدر قصه، چقدر جریان نقل شده، من الان در سینه دارم، خود شما داشتید. یعنی انسان در حال اضطرار به کی ملتجی میشه؟ به امام ملتجی میشه. بله.
چقدر جریان پیش آمده که افراد از دلشون با آقا گفتگو کردن، دل صحبت کرده. یا ابن رسول الله، یا فارس الحجاز ادرکنی، یا صاحب الزمان اغیثنی. ببینید نه صورت دیدن، خمل الذکر، اسم آقا خیلی تکرار نمیشه بر زبانها. خمل الذکر از صفات حضرت، یعنی خمل الذکر. امامون یخنس به قول قرآن، یخنس یعنی خموش میشود. فی آخر الزمان در زیل آیه فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اون خنسی که از سلسله ائمه است، امامون یخنس. خب بله، وقت میبینید این امامی که خمل الذکر، یاد او بر زبانها نیست، چهره او در چشمها نیست، یعنی شما خاطره شکلی قیافه از حضرت در ذهن نداری، اما میبینی وقتی به او رجوع میکنی میشناسی ایشان را. به قول قرآن یه فرمایش دارد خدا، خیلی بحث مهمیه ها، میفرماید که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، به گونه ای محمد را میشناسند همچنان که بچه خودشون رو میشناسند. بله. یهودیان مهدی را به گونه ای نشیعه خلق میشناسد، بر و بحر میشناسد، قریب و بعید میشناسد، کافر و مؤمن میشناسد، فاسق و فاجر و صالح و طالح میشناسند، از بچه خودت بهتر میشناسی. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، در این یمنی که الان صحنه تجاوز ظالمین است، جبارین است. خب این سالهای اخیر تشیع رواج عجیبی پیدا کرد در یمن. یه آقایی که من متصلم به اون آقا، اون آقا شیعه شد در یمن، در یمن در دانشگاه وهابیت درس میخوند، او را راندن به خاطر بحثهایی که راجب مهدی با مدیر دانشگاه داشت. مدیر دانشگاه بعد از مدتی، الان با دو واسطه دارم نقل، بله، من این قصه رو با دو واسطه، این آقا و اون شخصی که مدیر دانشگاه بود، و یهو دانشگاه وهابیت اون روستای یمنی رو تبدیل میکنه، همه رو شیعه میکنه. گفت چطور شیعه شدی؟ گفت یه روز من روی حوابه بودم، یعنی کوه، یک شخصی رو دیدم پایین کوه، آمدم پایین کوه. رسم یمن اینه که برای عالم کرنش میکنن و خدمت سرش که ران او را میبوسند، مردم برای علما اینطور تواضع میکنن. گفت من عالم این روستام، من عالم این شهرم، من عالم این منطقه‌ام، مردم برای من کرنش میکنن، نمیدونم چرا وقتی رسیدم به این آقا خم شدم، ران اون شخص رو بوسیدم، یه کلمه بهشون گفتم، گفتم که انتهو، تو همانی هستی که با اون طلبه شیعه بحث میکردن؟ انتهو، تو همونی؟ نه مقدمه، نه اسم چیه، نه کی هستی، از کجا آمدی، حرفا همش رفت کنار. یه چیز دلم گواهی داد، این همونه، این آقای پر هیبت، پر نور، پر مهر، پر محبت، این همون است که وارث آدم و نوح و ابراهیم و یوسف و حزقیل و یعقوب و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل. ایشون برگشتن گفتن انا هو. خیلی این بحث مهمیه. امام صادق فرمودن که برادرای یوسف، یوسف رو دیدن تمام علائم عوض شده بود، برادر بزرگ شده بود، سلطان شده بود، شاه شده بود، برده بود تو چاه رهاش کردن، الان مالک مصره. گفتن که اینکه لانت یوسف، تو یوسف. حس میکنید این بله، چه فازی از صحبته؟ با آدم وقتی بخواد به یه چیزی گواهی بده توی هیچ چیزی نمی گنجه، توی هیچ استدلالی، قلبه که
میدونه این درسته، این هست، این قلب واقعه. وجدانه آی جباری، خودتی. حالا هر چی لباساتم عوض کنی، پیر بشی، شکسته بشی، لهجت عوض بشه، من میشناسمت آی جباری. مثال بگم اگه روزگار بله بگذره، ولی قلبم میشناسه شما رو، بچه‌مو من میشناسم، پدرمو من میشناسم، امامو من میشناسم. یوسف تویی؟ انا یوسف و هادا اخی، من یوسف. هیچ دلیلی نبود که بگه من یوسف. خود دلیل چیه؟ پیراهن پاره کو؟ هیچ دلیلی ارائه نکرد، فقط اینا شناختن یوسف رو. امام رو هم ما همچنین اینطور میشناسیم. قرآن میفرماید ما کان لکم انتم بتو شجرها، من شما نمیتونید امام درست کنید در دلها، من امام مهدی رو در تمام دلها گنجوندم، شناسوندم. این خواست قدرت الهی است که بشر نمیتونه در اون هیچ مداخله ای بکنه. من تشکر کنم ازتون. بینندگان خوبمون حاجی آقای مدرسین شبها هستن مقابل دیدگانتون، میتونید سوالاتتون رو از ایشون بپرسید. اگر دوست دارید از حکومت امام زمان، از قوانین امام زمان، از ایدئال‌های پس از ظهور بدونید، از امروز امام زمان، از تاریخ امام زمان آنچه که لازم است بپرسید، این شبها به شما پاسخ داده بشه. خیلی بهره بردم از حضورتون، خیلی خوشحال شدم که بعد از مدتی خدمتتون بودم، جدا شاد شدم. امیدوارم که این شب هم سعادت داشته باشم، به خوبی بتونم شاگردتون رو بکنم و امیدوارم که بینندگانمون هم راضی باشن. اختیار دارید، بنده درس پس میدم محضرتون رو استفاده میکنم. ما کتاب دفتر یادداشت شاگردمون رو برمیداریم، یه محضرتون از اون کارتتون بهره بگیریم و استفاده کنیم. تشکر میکنم ازتون. جناب آقای مجد قرار داخل استودیو بیان، دل مردم رو امام حسینی کنن، امام زمانی بکنن. امیدوارم که شما هم حضور داشته باشید و بهره ببرید از سفره ایشون. اجازه بدید از مسیرتون مرخص بشیم، بریم و برگردیم. بینندگان خوب، برای لحظاتی با آقای موسوی باشید تا جناب آقای مجد تشریف بیارن و خدمتشون باشیم. آقای موسوی، گزار شما باشیم و الحمدلله سفره اهل بیت رنگین و متنعم به حضور یکی که گلای خوب این مجموعه هست، انشاءالله که کمال استفاده رو بتونیم ببریم. اگر یه فاصله کوتاه به ما بده اتاق فرمان، جناب آقای مجد رو جایگزین خواهیم کرد و از محضرشون کمال استفاده خواهیم کرد. ممنونم. فروغ سرمدی ای فروغ سرمدی، با جمال احمدی، با جمال احمدی، یا علی خوش آمدی، 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 ای فروغ، ای فروغ سرمدی، با جمال احمدی، ای فروغ سرمدی، با جمال مدی، یا علی خوش آمدی، یا علی خوش آمدی، یا علی خوش آمدی، یا علی خوش آمدی، آمین. خوش آمدی، یا علی خوش آمدی، یا علی خوش آمدی. ای فروغ سرمدی، با جمال احمدی، با جمال
آمدی یا علی، خوش 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 آمدی ای فروغ، ای فروغ سرمدی با جمال احمدی، ای فروغ سرمدی با جمال احمدی یا علی، خوش آمدی یا علی، بسم الله و با نام خدا و سلام دوباره خدمت شما در بخش آخر برنامه ویژه سالگرد تأسیس شبکه امام حسین علیه السلام در خدمت شما هستیم با حضور مهمان گرانقدرمون حضرت استاد مجد کربلایی. از این که میتونید در خدمت شما باشیم متشکرم. آقا سلام. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی ابن رسول الله، السلام علیکی ابن امیر المؤمنین، السلام علیکی ابن فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین، السلام علیکی وعلى اخیک ابا الفضل العباس وعلى انصارک وعوانک والمستشهدین بین یدیک ورحمت الله وبرکاته. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بزرگواران، بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در جای جای این کره خاکی. انشاءالله که ما را عفو می‌فرمایید که چند شبی متصدع اوقات شریف بودم. در خدمت شما هستم. خدا خیرتون بده. من اول میخوام بدون هیچ مقدمه یک اثر از شما بشنویم. جناب انشالله سلام بکنم محضر جناب به آقای مجد. جناب آقای مجد سلام. علیکم السلام. خیر مقدم محضر. شما سلام نکرده عزیزی آقا محضر. بزرگوارید. این مراتب ادب من محضرتون. زنده باشید. استفاده میکنیم از حضورتون. خواهش بسم الله. حسین خلوتگه راز و نیاز است، حسین قربانی راه نماز است. گذشت از جان خود در راه دلبر، به عالم عشق بازی سرفراز است. یه چیزه بگید آقای موسوی، بگید. من واقعا به وجد اومدم. سرشون پایین بود و داشتن یادداشت میکردن و میخواندن این ربایی، همین الان که ذهنشون قطعا اومد و داشتن تر و تازه داغ داغ تقدیمه شما بینندگان میکنم. جناب مجد یک بار دیگه این ربایی که همین الان سرودید رو تقدیم بینندگانمون میکنی. حسین خلوتگه راز و نیاز است، حسین قربانی راه نماز است. گذشت از جان خود در راه دلبر، به عالم عشق بازی سرفراز است. جانم اینکه شب فرمودن من تمام وقت دارم می نویسم، این شاهد کلام خودش. غروبم که شما تشریف بردین که دیگه محضرشون هستین، همینطوره. یه استراحت کوچیک میرن بیرون برمیگردن. خیلی هم جالبه، ما جوونیم تا به قول معروف نهایت تایمی که وقت داریم صبح استراحت میکردیم، ولی ایشون خیلی سرحال بعد از نماز دیگه من دیدم لباس کار به تنشونه و به قول معروف پر انرژی در رفت آمد بودن. حرم بیا بنویس برو بیرون دوباره برگرد، یه نفسی میکشیدن دوباره همینطور دارن بنویسن. این از نظر از دعای شما بزرگوار هست به ما. ما واقعا
همیشه مشمول دعاهای دوستان هستیم. ایران هم همینطوره؟ بله ایران یه خورده بیشتره. بیشتره؟ بله. من گفتم شاید اینجا مرخصی اومدن. حالا در حال استراحته. من گفتم شاید خب بالاخره آدم میاد محضر استاد دو سرا دو دنیا آدم تلاشش بیشتر بشه. تازه اگر این استراحته وای به حال ما. خب دیشب به دلیل اینکه خواستیم از محضر شما توی کسب اطلاعات و حالا گپ زدن ها استفاده بکنیم کمتر تونستیم تو وادی نوکری و ستایشگری شما وارد بشیم و اعتراض داشتیم. یعنی واقعا رفتیم بیرون از استودیو، بینندگانی که ارتباط داشتن گفتن که چرا نذاشتین آقای مجد بخونن برای ما. من امروز چی گفتم؟ بله گفتین با صوت بخون. من شرمنده بیننده ها هستم، من با صوت بخونم یه وقت خلاصه نمیدونم. آقای تقدیری هم بکنم، اون هم صدایی دیشب آقای مجد و آقازادشون خیلی اقبال و استقبال داشت و بینندگانمون خواستن که جدای از دیکلمه کردن برامون بخونی. انشالله چشم. من اگر اجازه بدین آقای آسد حسن، من این چند بیتی رو که خیلی با عجله از زور تا بعد از که نماز مغرب عشا خوندیم بخونم و باز با جدیده با من تاریخم بزنم 11 شعبان 1436 کربلا اینو بخونم انشالله چشم. بعد با صوت میخونم. خیلی خوبه. مژده ای دل کوکب عشق و صفا آمده است، بزم دل زینت نما که دل ربا آمده است. تشنگان خسته دل مژده که آمد، مژدگان خسته دل مژده که ساقی آمده. خضر با جامی پر از آب بقا آمده. دست‌ها را مبرید از دیدن رخسار یار. وقتی یوسف رفت بزم زلیخا همه انگشتا رو بریدن، البته یوسف کجا، علی اکبر کجا، باب الحوائج اول فاس کجا. تقریبا به این مضمون از آقا رسول الله پرسیده بودن که شما می‌فرمایید من سرتر از همه اولیا و انبیا هستم ولی در زیبایی یوسف شهرت. فرمود آره او زیبا بود ولی من از او املحترم. بله. نمکیترم. بعد آقا علی اکبر خلقن و خلقن و من تدن به رسول الله هست. حالا یه بار دیگه این بیت جا داره بخونید. دست ها را مبرید از دیدن رخسار او، یوسف زیبای دشت کربلا. مژده ای منتظران پایان رسیده انتظار، عشق بی بی فاطمه خیر النساء آمده است. همه جا آذین ببندید، همه جا آذین ببندید و چراغانی کنید. مونس و همدم شاه شهدا آمده است. خلق و خوی و منطقی دارد به عالم بی نظیر، گویا حضرت ختم الانبیا آمده است. یل میدان نبرد و صف شکن همچون علی، همه گویند علی شیر خدا آمده است. کرم و جود و سخایش بی نظیر و بی مثال، اکبر لیلاس یا که مشتبه آمده است. چشمسار ادب است و گنج ایثار وفا. خیلی یعنی همه معصومین چشمسار ادب بودن ولی علی اکبر فوق‌العاده تر با ابوالفضل. چشمسار ادب است و گنج ایثار وفا، ثانی عباس شمع شهدا آمده. او علیم است و حکیم است و بود کوهی ز صبر، او علیم است و حکیم است و بود کوهی ز صبر
به یقین ایوب آل مصطفی آمده است. از برای حضرت زین العباد و اصغر شیرین زبان، مونس و آرام جان و تکیه‌گاه آمده است. در مقامی نیستی مجدی کنی توصیف دوست. زن تو رو چه به اینا؟ اونا کجا؟ تو زبانت الکمه. در مقامی نیستی مجدی کنی توصیف دوست. بحر سار الله و سارش خونبها آمده است. احسن احسن، خیلی دلچسب و زیبا بود و واقعا عمیق. شعر آیینی لذتش در اینه که وقتی یک مصرع رو آدم میشنوه به تعداد زیادی از روایات و اینها دست پیدا میکنه. یعنی از محسنات شعر آیینی خوب اینه که آدم روایت رو میاد در یک بیت، در دو بیت مثلا ارائه میکنه. پرمغز و پرمحتواست. احسن. الان همین مطلبی که شما فرمودید برای دست بریدن در جریان یوسف داریم که از بس که خود آقا علی اکبر قربونش برم زیبا روی بوده، همیشه برقع به صورت داشته و چهره رو پنهان میکرده که مبادا زخم چشم بخوره از دست دشمن. کمان که در صحرای کربلا هم همین گونه بودند و در اون جریان بسیار سوزناکی که مسیحی خواب پیغمبر رو دیده بود و شرایط خاص، حالا گفتنش الان یه مقدار میترسم خاطر دوستان رو مکدر کنه و فضای ولادت تغییر بکنه. بعد حضرت اشاره کردن که حالا روبندت رو بردار علی جان ببینه اونی که در خواب دیده از پیغمبر چی دیده. مسیحی اصلا دیگه بهتی زد، گفت والله همین آقا رو من در خواب دیدم. بله. و بعد اون انتهای جریان خیلی گریه آوره که انشاءالله وعدمون باشه شب هشتمی یا حالا فضای دیگری انشاءالله تقدیم شما بکنم. خیلی عالی بود، خیلی عالی. من حقیقتا لذت بردم با اینکه به فرمایش خودتون امروز خیلی سریع بود و اینها، ولی من دوست دارم شما یه رباعی یا یه تیکه غزل قطعه‌ای بکنید، من ادامه‌ش با صوت میکنم. حالا من هستم خدمتتون، دست ما رو نکنید فعلا. هستیم خدمتتون، چون پیش بزرگترها خوندن خیلی خلاصه سخت میشه واقعا. من که لذت میبرم مطمئنا. انشاءالله در شبهای آینده چشم دستور شما رو اطاعت خواهیم کرد. گشته اکنون موسم راز و نیاز، سجده کن بر درگه اون بینیاز. وقت شادی های آل الله رسید، نور عشق یوسف زهرا دمید. آمد از دامان لیلا اختری، بی رقیب اندر جمال و دلبری. برده دلها را جمال روی او، همه مشتاق وصال روی او. عالمی مفتون دیدارش شده، هر چه دید او را خریدارش شده. خلق و خویش، حسن رویش چون نبی، یادگار زاده ام و ابی. منطقی دارد بسان مصطفی،
چشمه جوشانی از عشق خدا در شجاعت وصف او بی منتهاست در میادین همچو شاه لافتاست برگرفته او کرامت از حسن اسوه جود است در هر انجمن در وفا آینه کامل بود در جوان مردی ابو فاضل در ایثار و شهامت اون گوهر برگرفت از مکتب عشق پدر صبر بی حدش به سان زینب است کوکبی در آسمان ادب همه جا خوشبو مشک و عنبر است چون که میلاد علی اکبر است فرصتی دیگر تو را مجدی رسید اندر این روز خوش و عید سعید به 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 طیب الله طیب الله حاج آقا مجد شعر عربی هم میگید دیگه کم و بیشتر کاش یه دو بیتی الان عربی هم تقدیم بینندگان رو میکرد عربی من یه البته من حالا عربی و فارسی رو قاطی کردم دیگه با هم یه معجون شده دیگه ولی برای امام زمان انشاءالله میخونم و حالا یه وقتی رفقا اصرار کردن که برای امام رضا یه دو بیتی بگو ما دیگه سعی کردیم عربی و فارسی رو با هم قاطی کنیم اگه پیداش کنم انشاءالله تقدیم میکنم به شما چقدر فرصت داریم آقای موسوی؟ 6 دقیقه دیگه فرصت داریم از محضر جناب آقای مجلس استفاده کنیم من در خدمتم خدای خیرتون بده چی شد الان؟ تایم دادیم بسیار چقدر آقا وقت داریم؟ آقا گفتن که آقای مجلس رو دوست داریم 12 دقیقه شد 12 خدا رو شکر دلم پر میزند به سوی جانان یه نوح و مقصد قوس و خراسان یه ریدی شوف محبوب و ایگل سر و جانم به قربانت رضا جان دو بهتر ترجمه میکردن فرمان که دلم میخواد برم مشهد مشهد الرزاد محل طوس خراسان اونجا نوحه کنم یعنی بخوانم زمزمه کنم و به او بگویم که سر و جانم فدایه یه بار دیگه پس بخونم دلم پر میزند به سوی جانان یه نوح و مقصد توس و خراسان یه ریده شوف محبوب و یه گله سر و جانم به قربانت رضا جان دلم کرده هوای دیر
دیدن یار یعذبن البعد والقلب محتار یعذبن البعد والقلب محتار ينوح بكل صباح وكل مسية براية يا رضا ما چشم خنبار. ترجمه شیشون دلم کرده هوای دیدن یار فراق و فاصله و دوری از او برا آتش زده و قلبم می سوزد. ينوح بكل صباح و كل مسية یعنی زمزمه می کند در هر روز صبح و شام و می گوید برایت یا رضا با چشم خون بود. طیب الله خدا حفظتون. ممنونم، لذت بردیم جناب آقای. دستتون درد. هدیه انشالله برای میلاد یه، البته این زبان عامیونه حس چی میگن شعبی یا مردمی بگیم، بله عامیونه، ولی انشالله برای میلاد حضرت بقیت الله یه فصیح داریم که هم فارسی هم عربی انشاءالله. مثل همین مصرع به مصرع، بله یا نه اون حالا یه غزل یه مثنوی هم داشتید، بله. که مصرع آخر عربی، بله. میشون، بله، بله. اینها خب جالبه و اختصاص به خود شما داره. خب دیگه چی بهمون میدین تو این 10 دقیقه پایانی؟ دیگه قول دادیم سوال نکنیم که بیشتر جناب آقای مجد برامون بخونن تو این شب. خواهش کنم، ما در خدمتیم. به هر حال سالی یه مرتبه، البته الان 2 سال بیشتر نیست که توی این فصل در خدمتشون هستیم. الان دوربین رو میبینیم، من با کدوم حرف بزنم؟ با این؟ آه. من باشه با این. در طول این چندین سال فصل بیشتر در خدمت آقای مجد نبودیم، با این همه شعر و قول معروف سروده های ایشون حیفمون میاد، ولی خب دیشب دیگه تلافی نو کهنه رو توی برنامه در آوردیم، هرچی سوال داشتیم پرسیدیم، ولی بیشتر میخواییم برامون بخونن انشاءالله. خب میشه بودیم چقدر میتونم همه 10 دقیقه آره بچه ها کمتر شد، حدود 8 دقیقه زمان در خب بزرد. میشه این به نیت امام رضا آقا 8 دقیقه انشاءالله. انشاءالله. امشب آمد دلبری دیراشنا، نور چشم و دل مصباح الهدا. امشب آمد ماه نور افشان عشق، آمده گویی نبی مصطفی. امشب آمد با جمال احمدی، اکبر است یا این که ختم الانبیا. امشب آمد صفدر بدر و خنین، حیدر کرار دشت کربلا. امشب آمد یل میدان نبرد، ثانی مولا علی مرتضی. امشب آمد وارث کوی کرم، چشمه سار بخشش و جود سخا. چشم سار بخشش و جود و سخا. امشب آمد طاعی آل نبی، امشب آمد طاعی آل نبی، یا کریم اهل بیت مجتبی. امشب آمد یوسف بیت حسین، ماه رخساری دگر چون محلقا. امشب آمد عشق عباس رشید، پایگاه ادب و رمز وفا. امشب آمد با نوای زینبی، کوه صبر اکبر اکبر و کوه صبر اکبر و بی منتها. در جهان شور و صفایی دیگر است، شب میلاد، البته شام میلاد علی. امشب آمد نوری از عرش برین، قبلگاه عشق سکان زمین. امشب آمد ماه عالم تا به عشق، اشبه الناس او به ختم المرسلین. امشب آمد یاور دین نبی، صف شکن همچون امیر المؤمنین.
امشب آمد اختری چون مشتبه، در کرامت در سخاوت بیقرین. امشب آمد به جهان قرص قمر، اکبر است یا که مه ام البنین. امشب آمد الگوی صبر و شکیب، محرم و یار انیس زینبی. امشب آمد عبد درگاه خدا، کعبه راز و نیاز متقین. امشب آمد با جلال و جبروت، شمع بزم محفل اهل یقین. امشب آمد عشق زهرای بتول، سرور کل زنان عالمین. امشب آمد مظهر حلم و ادب، ملجأ و ملوا، مأوا برای عارفین. در جهان شور و صفا دیگر است، شام میلاد علی اکبر. گفت کار سختی است نوشتن ز تو آقازاده، کار سختی است نوشتن ز تو آقازاده. مدح تو بهت و شگفتی به غزل ها داده، گام زیبای صدای تو از عاشورا مانده، کرده تقلید اذان تو مؤذن زاده. آقا میدونید که به هر حال محضر شما درس رو بس بدیم، مؤذن آقا سید الشهدا علیه السلام بوده و از یادگاری هایی که برای آقا رسول الله در میان مردم بوده این بوده که هر وقت مردم میخواستن وجه و صدا و منطق و روش و حرکت و جسم و ظاهر آقا رسول الله رو ببینن، نظر به آقا علی اکبر میکرد. آقا خیلی ممنون، متشکرم. ببخشید من دیگه رو باید تونتون خوندم. خلاصه اگر برای ما یه بیتم بکنیم ما خوشحال میشیم. من بی ادبی میشم آقا جان. حالا یه چند بیت. چقدر وقت داریم؟ دو دقیقه. یه ربایی بخونیم یا بیشتر؟ چهار دقیقه. خب کمتر از باشه میشه میرسه. نوه هیدری و شاه جنانی، به به تو علی اکبری و جان جهانی، به به بی سبب نیست مسیح دل ارباب شدی، شبه پیغمبری و در گرانی، به به آقای من. نفسی بخش نما ناز دمت آقا جان، بهترین مؤذن وقت اذانی، به به که فقط آدمیان مدح تو میخوانند، همچو عباس علمدار قوی، به به ای بهار دل لیلا، نگهی کن مولا، تو بهار دل سبز خزانی، به به این غزل هستی من بود، این غزل هستی من بود، فدایت آقا، همه هستی شاعر به فدایت آقا، همه هستی شاعر به فدایت آقا. ماشاءالله ماشاءالله احسنتم. ببخشید دیگه بنا به حسب الامر طیب الله طیب الله احسنتم. هر چند محضر بزرگترها
زیره به کرمون بردنه و این دو سه تا توپخونی هم که زدیم شاهد کلامی که گفتم جلوی بزرگترها خوندن، خلاصه سخت میشه شرایط، ولی ممنونم آقا. من یه توفیق خاصه ای خیلی سالهای پیش داشتم، شب ولادت آقا علی اکبر رو توی هیئتی به نام حضرت علی اکبر میرفتم میخوندم. بله. خیلی جلسات قشنگ و بزرگی هم میگرفتن توی تالار و پر عظمت. بنابرای دلایلی با اون یک سالی دیگه دعوت نشدم به اون جلسه، حالا کاری نداریم، جایی دیگه ما رو دعوت کردن، نمیدونستم هم اصلا هیئت اسمش چیه، سمت ملکشهر اصفهان بود. رفتیم خوندیم، یه نیم ساعت بعد برگشتم دیدم که کتیبه پشت سر من نوشته متوسلین به حضرت علی اکبر. پس دوستت داشتن که اصلا خدا بر اونجا یه حسی به این دار محسن جون، خودت توی این دستگاه هستی، یه وقتا یه انرژی به آدم میدن که نه این باید توی این فضا تو بیار باشد. برای این آقا هم بخونی خیلی کل خلاصه قصه ای که از این که چرا در شهر ولادت حضرت علی اکبر بازی ها میکنن. آره والا، آره والا، خدا رو شکر. چقدر شد؟ 30 ثانیه شد؟ آقا خیلی ممنون، متشکرم. خواهش کنم. من فقط تشکر میکنم دیگه با آقا محسن عزیز. من هم تشکر میکنم. امشب دو پهلو حسابی فیض بردیم، هم سید بزرگوار هم سرور بزرگوارم حاج آقا مجد. تشکر میکنم، اجازه بدید چون هیچ فرصتی نیست از جانب شما خداحافظی بکنم از بینندگانم. فردا شب حتما بیننده برنامه باشید انشاءالله. یا علی مدد.